من و تو خراب عشقیم مگه نه؟ شایدم تو خواب عشقیم که رفیق ساده کیمیا شده. یکی نیست حرف دل ما رو بگه، ساده تر قصه دنیا رو بگه، تو با من تا ته دنیا اومدی. عاشقی رو خوب بلدی، با تو زدم تو پر نارفیقا، عشقی ندیدم تو نفه نباشه، درد و بلات تو سر نارفیقا، کاش کی میشد میبردم زیارت. مخلصتم شاکرتم جونمی، آقا کجا با من بی لیاقت، اما از این هیاهو یا زامن آهو، یا زامن آهو، اما از این هیاهو یا زامن آهو، یا زامن آهو. آدم ها حرف حسابتون چیه؟ توی اون دنیا جوابتون چیه؟ بعضی ها دین داری نیمون نداری، چون ارادت به خدا تون نداری. این هیاهو یا زامن آهو، یا زامن آهو، امان از این هیاهو یا زامن آهو، یا زامن آهو. سلام آقا جون. سلام بابا. از این طرفا؟ هیچی، داشتم رد میشدم، گفتم بیام یه سری بهتون بزنم. خوش اومدی، بشین. چی آقا جون، تو فکری؟ چیزی نیست. اگه مزاحم خلوتتون شدم میخواییم برم؟ نه بابا جون، گفتم چیزی نیست. باز با جواد حرفتون شده؟ نه، با خودم جنگ دارم. راستی بابا یه سوال ازت دارم، راست حسینی جواب بده. چرا که نه؟ از زندگیت راضی هستی؟ خیلی زیاد؟ تعارف که نمی کنی یا اینکه ملاحظه منو؟ نه آقا جون، شما که خودتون بهتر می دونین، من با هیچ احدی تعارف ندارم. شکر خدا هم سارا خوب منو درک می کنه، هم من اونو. تالاش هم از گل بالاتر من دیگه نگفتی. الهی شکر، الهی صد هزار مرتبه شکر. آقا جون، حالا میشه من یه سوالی از شما بپرسم؟ بپرس. با مادر حرفتون شده؟ ببین مریم زن خوب و مشتیه، ولی نمیدونم چرا بعضی وقتا گیر سپیچ میده. منظورتون از گیر سپیچ اینه که نمیذاره برین زیارت، درسته؟ پس پای تو هم کشید وسط؟ خب ناسلامتی جای پسرشین، اگه غیر از اینه؟ ببین آقا مهدی، من دیگه رسیدم به آخرای اون، دلم میخواد این آخر عمری برم زیارت آقا، ولی این زن پاشو کرده توی کفش که باید از رو جنازه من رد شی. آقا جان، آرزوی زیارت قبر آقا باید به دل من بمونه؟ آقا جون، شما به من اجازه بدین
خودم یه راه حل قانونی پیدا میکنم که با خیال راحت برین زیارت. خوبه. تو هم میخوای مانع بشی؟ نه آقا جون، میگم شما یه هفته به من مهلت بده. اگه نتونستم راهی پیدا کنم، اصلا خودم تا اونجا کولتون میکنم. یعنی میشه؟ توکل بخو. یا علی. بابا جون، بشی یه چایی بخو. قربون شما آقا جون، خیلی کار دارم، باید برم. یا علی. سلام به بچه ها برسون. خدایا نذار تقیه آرزو به دل بمونه. گله گلاب چطوری؟ چطوری جواد تو پل با پل؟ جوادی وزارت تو میای سر کارتو نمیری؟ آره ولی فرق من با وزیرا اینه که وزیرا اول میرن سونا بعد میرن سر کار. من اول میام سر کار بعد میری سونا. نه بعد میرم حموم. تو نمیری. آره این طرفا؟ بله ها کلیتو بنده برو تو میام بگم. کلیتو بنده. درو واسه چی بسته؟ میگم وسط. ببین یه مالی به پستم خورده، ببین به کارت میاد یا نه. چی هست؟ داشته باش جواتی. آقا عزت شما هم آره؟ نه تو نمیری، همینجوری گیرم اومد. بابتش 5 جبه خورما دادم. اگه دیروز برام میآوردی یا بابتش 40 تا پول میدادم، ولی الان دیگه واسم یه دونه خورما هم نمیارزه. به قول بابا بسم الله. یا ما رو گاگول گیر آوردی یا فکر کنم مخ تاب برداشته. که برداشته. مخ من تاب برداشته. مخ من تاب برداشته بود. تازه بردم صافکاری دادم تابشو گرفتن. صافکارش هم لابود بابات بوده. صافکارش یکی از دوستان بوده. نقاشش آقا تقیه. آ تقیه خبر نداری؟ هیچی، میخواد بره عراق. بره عراق واسه چی؟ سرباز آمریکایی بشه یا با اونو بجنگه؟ نه بابا میخواد بره زیارت. بابا ایول. توی عالم فراموشی هنوز تو مایه های یا زیارت یا شهادته؟ آره دیگه یه چیل تو این مایه ها. ولی جواتی تو نمیری، اینو راست میگم، من خیلی سالا شاگردش بودم. یکی دوتا تخته که هم داره قاطی داره، زبونش تلخه، ولی قلب مهربونی داره. تو نمیری ده همون مهربونیش منو کشته دیگه. اون که همه رو کشته، منم خرابشم. ولی سلام رو بهش برسونی ها. سلامت باشی، اگه دیدمش حتما سلام میرسونه. یعنی چی اگه دیدمش؟ مگه رفته؟ نه نرفته، ولی منو تارونده، گفته حق نداری پاتو بذاری خونه. مولایی با این بابایی که تو داری یا باید رئیس ارشاد میشدی، نه این کاره. این کار مگه چه ایرادی داره؟ خودش که نه، ولی تبعات شاید. ببینم جواتی، نگفتی با این مزن هر دم من چیکار کنم؟ اما میشنوی ببرش دست تو بردار. از من میشتایی ببرش پشت شهرداری، اونجا شاید بتونی آبش کنی، ولی باید مواظب باشی یه موقع نگیرنت دیگه، وگرنه باید بری آب خنک بخوری. نه تو نمیری، تو این سرما آب خنک اصلا حال نمیده، به مزاجم نمیسازم، اون آب بلرم بهتره. آقا یه کاری، تو اونو بردار، اصلا ما 40 تومن هم نمیخوایم، عینا به من بده. سی دی؟ آره دیگه عینا بده، چند تاشو بدی به من. نکن مغازه رو به هم ریختیه، نگاه کن چیکار کردی. خب اینا کارتونه، به درد تو نمیخوره. نه تو نمیری، خب کارتونشو نمیخوام، کارتونشو در میارم، خودشو آویزون میکنم خونه خاله، حال میکنم جلوی ماشینم زیر آینه موده. خودش اولا خود همون سی دیه کارتونه، بعدش هم ما داریم کار فرهنگی میکنیم، چی رو آویزون میکنم. اینا واسه کار فرهنگی؟ بله. خودش خب راست میگی دیگه. ببین پس اینو من ببرم پشت شهرداری. آره. ببین این پشت شهرداری وابسته به خود شهرداریه؟ نه آقا جون، پشت شهرداریه. آه پشت شهرداریه. باشه آقا. پس ببین تو هم اگه لوازم دست دوم چیزی خواستی ندایی به من بدی رلستا. باشه، تو هم اگه فیلم خوب دست دوم گیرت اومد وردا بخر برامون بیار. دمت گرم دیگه، تو که کار فرهنگی میکنی فیلم خوب هیچ وقت دست دوم نمیشه. همین السی تو ببین، مارتیکس رو ببین. چی؟ مارتیکس جدیده. مارتیکس نیستشون. بعدش تو اینا را کجا دیدی؟ شنیدم آقا. یا علی بده شوالا. یا علی نهار میمونی بمون همینجا. نوکرت هم، نمک پرورده بابایی. قربانت، مواظب باش فقط. ای
بابایی. جان بابایی. شما با مامان قهرین؟ من نه بابا جون، ولی مادرتو نمیدونم. من نمیخوام از مامان طرفداری کنم، ولی خب فکر میکنم حق با مامان بوده. بر منکرش لعنه. پس یعنی شما نمیخواییم برین سفر؟ نه دیگه، چون آقا مهدی به عنوان نماینده مادرتون اومد و رأی ما رو زد. هنوزم دیر نشده، میخواییم برین؟ بسم الله. مریم خانم، من فکر میکنم انقدر بزرگ شدم که خودم بتونم در مورد زندگیم تصمیم بگیرم. نشدم؟ بزرگی به قد و هیکل آدم نیست، به عقلشه. دست شما درد نکنه. یعنی ما دیگه ناقص العقلم شدیم؟ میبینی بابا؟ میبینی؟ اینا همش برای تو درسه. سعی کن در زندگی آیندت شریکی رو که انتخاب میکنی با هم تفاهم داشته باشی. میفهمی؟ تفاهم. آره دخترم، تفاهم یعنی این که اگه دیدی یه وقت شوهرت داری میفته تو چاه، چشماتو ببندی یا هلش بدی تو چاه. تفاهم یعنی این. چاه کدومه خانوم؟ چاه کدومه؟ بابا جون، اگر یه روزی شوهر تو بخواد بره زیارت، تو داد و هوار را میندازی میگی باید از رو جنازه من رد شی؟ یا همه عالم و آدم رو خبر میکنی میگی باید جلو شوهرمو بگیری؟ اولا عالم و آدم کدومه؟ دامادت آقا مهدی، غریبه که نیست. ثانیا میخوای بری زیارت، خب من برات بلیط میگیرم، برو مشهد. نه بری جایی که از در دیوارش توپ و خمپاره و بم میباره. مریم، عمر آدمی زاد دست خداست. یا اینکه به اینم شک داری؟ نه خیر، شک ندارم، ولی خدا به آدم عقل داده، چشم و گوش داده. اگه از زنده بودنت خسته شدی، خب بسم الله یه قاشق مرگ موش بریز تو چاییت، اینقدرم خودتو به درد سر ننداز، بری تو عراق. خب راست میگه بابا جون، رفتن تو این شرایط خطرناکه. از قدیم گفتن دختر گریه کنه باباشه، نه ننش. ولی مثل اینکه تو هم گریه کنه ننتی. ساعت چنده؟ 9:10. ای داد بیداد. جورج دبلیو بوش صبح امروز در مراسمی که در مقابل کاخ سفید برگزار شد، پاشو مادر جون، پاشو یه لوم غذا ببر واسه اون داداش در به درت، پاشو خویشتنداری کنند. او گفت سربازان کشته شده در عراق جان خود را در راه دموکراسی کشور عراق از دست دادند. بوش همچنین اضافه کرد که نیروهای نظامی مستقر در عراق برای آرامش بخشیدن به اوضاع مجبور توف به اون روتون بیاد که به قوم مغول گفتین زک. خدا لعنتتون کنه، خدا لعنتتون کنه که قوم مغول هم رو سفید کرد. فیلم های خارجی مالشتون همینه؟ آره آقا، دنبال فیلم خواستیم گردی، بگو کمکت کنم. شو جدید شمایزاده رو نداری؟ اولا که اون خارجی نیست و در به دره، دوباره که اینجا فیلم خونه است، مطرب خونه که نیست. اه پس سر اینجا رو گل بگی. باشه چشم، منتظر راهنمایی شما بودم نظر بدید. خیلی بی کلاسی با. قربون ادبت آقا، بفرما. شما بفرما. میبینی آقا مهدی، همه میان دنبال غیر مجازاش. شما خودتو ناراحت نکن آقا جواد، جوونم بدنشون گرمه، یه چیزی میگم. درکشون میکنم آقا مهدی. میگم چه خبر، این دور و برا اومدی؟ راستش آقا جواد، کلاغ خبر آورده که آقا جواد رو پشت بوم‌ها دیده که داره دیش نصب میکنه، درسته؟ اون آقا کلاغی که واسط خبر آورده نصف خبرها رو بهت نگفته، باید بهت میگفت که من دیگه گذاشتمش کنار. جون مهدی، جون آقا مهدی، من دیگه آب تو آسیاب دشمن نمیریزم. خیلی کارت درسته، پس دیگه خیالم راحت و راحت باشه دیگه. خیالت راحت راحت باشه. اون دفعه هم که این کارا رو کردم فقط به خاطر این بود که کارو کاسبی کساد بود، وگرنه من خودم اصلا دنبال این کارا نمیرفتم. بله، روزی هر کسی دست خداست. بله آقا مهدی، ولی میدونی این مغازه کرایه خودش هم در نمیاره. به جون خودم مجبور بودم این کارا رو بکنم. دیدی که همه میان دنبال چه چیزایی. آقا جواد، اگه گیر پول مولی بگو، تعارف نکن. نه با دستت درد نکنه، یه فیلم جنگی خوب رسیده دستم، میخوای برات کپی کنم بری خونه ببینی؟ مجاز که نیست. نه مجازه. جواد پشت داری که بابا ولوله ای تو چه بابا؟
چاکر آقا مهدی چطوری تو سال ساملی کن؟ تو هنوز زنده ای مزر؟ نوکر جان سلام میگم هنوز زنده ای تو؟ ما دنیایی داشتیم با آقا مهدی منطقه اینا دیگه اینا یادش بخیر چه خوب یادت تو بله پشت شهرداری چیکار میکردی؟ پشت شهرداری؟ صحبت پشت آخه رفتیم خود شهرداری تو نمیدونی یه تراکم داشتیم رفتیم بفروشیم شلوغ بلوغ نخریدن نه جون لونگه چیه زیر کانتون؟ لونگه دیگه داداش نوکرتم ای بابا لونگ من باید به بخاری ماشینه آره گذاشت زیر بغلش یخ نکنه شوخی میکنه البته آوردم به یک رفقایی بدم تعمیر کنه من برم اون قضیه شهرداری یه وقت ما رو بدبخت میکنه آقا ماشینه من بچه ها گذاشتم مزاحمتون نمیشم سالان خیلی نوکره تمام با اجازه کوچیکتم خیلی نوکره تیم خیلی مخلصیم آقاست آقا مهدی ها سلام آقا مهدی سلام جواد به به سلام علیکم سحر خانوم آقا جواد امشب مشتریات زیاد شدن ها شام چیه سر؟ قیمه بادم جون آخ جون بادم جون خیلی دوست دارم قیمه مگه شام نمیری خونتون؟ نه مگه خبر نداری آقا جون دیپورتم کرد برای چی؟ اون کلاقی که واسه شما خبر آورده بود اول خبر آورده بود واسه آقا جون عجب میخوای باهاش صحبت کنم؟ نه بابا یه موقع میری صحبت کنی خودت هم دیپورت میکنه درسته سر؟ تو درباره بابا بعد قضاوت میکنی پس چرا به من گیر نمیده؟ آخه کجای تاریخ دیدی که بابا به دخترشون گیر بدن ها؟ بعد میگم آقا میتی همیشه باباها ذلیل دخترها بودن درسته؟ ای یه چیزی تو همین مایه ها بابا آقا جواد حاضر شو بریم خونه ما دست درد نکنه مزاحمتون نمیشم سهر که زحمت کشیده شامو آورده همینجا شامو میخورم یه سری کارم دارم باید سیدی کپی کنم واسه مشتریام میمونم همینجا دست درد یعنی چی؟ یعنی شامو میخوای بمونی تو مغازه؟ آره دیگه چه ایراد داره عجب این خبرو نیستا یا امشب میای بریم خونه ما یا میری خونه باباتینا باشه بذار فردا شب اگه آقا جون خونه رام نداد میام خونه شما خوبه؟ بیا قربونتون برم ای دست درد نکنه اینم فاطمه خانوم آورده بابت اون بخاری آبیه خدا بهشون برکت بده الهی شکرت راستی خاله امروز یه بابایی میگفت نصف آدم های جهنم عذاب اغلیان درسته؟ خب بله ازدواج کردن سنت پیغمبره هر جوونی که میتونه باید ازدواج کنه زن گرفتم واسه جوونی که دستش به دهنش میرسه واجبه خب دست ما که به دهنه اون میرسه بس واجب شد برام دیگه بابا منظورم از دست این دست نیستش که یعنی که طرف عرضه داشته باشه خرج و مخارج زندگیشو تامین کنه ولی ما قدیم شنیدیم هر آن کس که دندان دهد نان دهد تو نمیری بله ولی زندگی که آخه فقط آب و نون نیست زن دختر مردم با هزار آمال آرزو میاد خونه یه بخت نمیشه که فقط جلوش آب و دونه گذاشت مثل اینا حیوانیا بابا زن خونه میخواد لباس میخواد خدای نکرده مریض میشه خرج حکیم و دوا داره هزار جور خرج داره خاله اگه اینجوریه که خیلی از جوانا عذب میمونن میرن جهنم دور زمونه عوض شده خاله جون دخترای امروزی که مثل ما قدیمی ها فکر نمیکنن توقعاتشونو که دیگه چی بگم سر به فلک کشیده دیروز یکی از این خانمای همسایه میگفتش که یکی از دخترای فامیلشون چت کرده شوهر گیر آورده چت کرده چه میدونم از این چیزایی که تازگی ها مد شده چه میدونم به کامپیوتر میرن اینترنت و بعدش چت میکنن راستی جواتی یه چیزایی بهم گفته بود اگه اینجوری خب ما هم یه کامپیوتر دست دوم میخریم نه اینطوری خوب نیست یه موقع زن دست دوم گیرم میاد یه نوشو میخریم حله چشمم روشن ده چشمم روشن همین هم مونده که تو هم چت کنی عروس چتی به درد همون کامپیوتر میخوره نه آدمی زاد به هر حال امتحانش ضرر نداره که لا اله الا الله خدا رحمت کنه خواهرمو اونم از دست همین کاره تو دخ کرد و بیچاره مرد چای تو بخور نمیخورم بابا اگه نمیخوای بگیری نگیری دیگه چرا پای انواتو وسط میکشی
سلام آقای رضا. سلام علیکم آقای رضا. حال شما؟ کوچیکتا. حال شما چطوره؟ آقا دم در بریم تو. قربون معرفتت. زنده باشی. خوبی شما؟ نوکرتم. مزاحمت شدم. مراهم یه عرض کوچیکی داشتم. اهم بفرمایید در خدمت شما. خدمت شما عرض کنم که خواستم یه محبتی بکنی آقای رضا. یه فرش و یه دونه اجاق گاز و یه دونه یخچال. دستم باشه ولی تمیز اگه محبت کنی. یه سر مشی و ترتمیز می‌خوای دیگه. کهنه نباشه. دست شما درد نکنه. اون یخچالی که واسهتون گرفتم این خراب شد. نه برای خودم نمیخوام. واسکی؟ راست شما که غریبه نیستی. رو کردم. برای نرگسی ما یه خواستگار اومده. خواستم اگه خدا بخواد بذاریم رو جهازش این اساسا رو. مبارک باش آقا. مبارک. زنده باشی ان شاء الله. چشم از زیر زمینم شده واسهتون پیدا می‌کنم. قربون معرفتت. آقا رضایی جونم. پولی چیزی نمیخواد داداش. فدای تو بشم. از شما به ما رسیده. منو تعارف نمیخوام. من میدم بعد ازتون میگیرم. قربون معرفتت. زنده باشی ان شاء الله. چیکتم بعد؟ چشم آقا. شما فقط یه لطفی بکن. این اساسا رو برای ما یه خود ترتمیز پیدا کن. رو چشم. رو خیالت راحت. یا اون غلامتی. شما سرور ما. قربون شما. امری باشه. نوکرتم. سلام به خاله برسون. بزرگی تو میرسه. یا مدد. قربون شما برم. شکره قربون کرمت خدا. هی داده بیداد. سلام آقا. هی داده بیداد. نوکرتم تو نمیری به جان شما. هنوز اتوی دست دوم گیر نیاوردم. آقا از اینو میخوای به جای اتو بهت بدم؟ توه؟ نه آقا جون، ولی کمتر اتو نیست. ماهواره از 360 کانال خارجی بسد میگیره. خب اینو بگی یه جعبه خرمم نظر خانم خدا بیامرزه تو کن. من ماهواره نگاه نمیکنم. من اتو میخوام. گیر دادی به اتو. من اصلا دوست دارم اینو بهت مجانی میدم. بگیر. بابا من رادیو رو فقط گوش میدم، تلویزیون هم ندارم. ماهواره میخوام چیکار؟ خب همین تلویزیون هم تفریح مفری نداری؟ الافی 24 ساعت دم خونه ما. بله عزیز من. آخ راستی یادم داشت میرفت، تو نمیری یه مژدگونی باید به ما بدی یا چی؟ آقا یکی از اقوام ما از خاله خواستگاری کرد. خاله هم بله رو گفت. شما هم عروسی دعوتی. کی اومدن؟ دیشب. چطور مگه؟ هی همینطوری پرسیدم. آخه یه جور پرسیدی، گفتم باید از شما تعیین تکلیف میکردیم. آقا جون گوش کن، شما هم برو توفک و فامیله یکی رو پیدا کن سر و سامان بگیری. بابای بعد اینجوری تو کوچه ها میگردی یا خدایی نکرده یه موقع به پست این برا بچه خلاف میخوری، یا سیگاریت میکنن یا اکس مکس میدن میتره که تو نمیری. چی؟ هیچی بابا، میگم بایی اینجا یا این نهی جل در خونه ما دیگه. ای بابا اینجا خونه امید ماست آقای عزت. یعنی چه خونه امید ماست؟ یه محله است خونه آقای عزت. هر کی هر چی بخواد میاد از شما میگیره. خب ما یکی از اونم. عزیز من این آدما که میان اینجا یا فرش میخوان یا بخاری یا یخچال دست و پا میخوان. آخه تو چی میخوای؟ تو لله یه اتو بدم دیگه تمومه. ای تقریبا. تقریبا یا دقیقاً شفاف سازی کن من بدونیم دیگه. حالا شما زحمت بکش اتوشو فراهم کن، بقیه‌اش درست میشه. آقا جون من به شما پول بدم بری یه اتو نو بخری، دست از سر کچله ما برمیداری؟ نوشو داشتم، دست دومشو میخوام. آه پس باسه همین علافی تو. تقریبا. خداحافظ. شیطونم که تو نمیری زنگ بزن به 110. نه اونم قاطی نکنم بهتر. آره بابا زحمت هم میفتن تو نمیری با این پشت شهرداری. از وقتی ترکش عراقی ها سینه موتورتو شکافت و افتادی گوشه گاراژ، چشمای تقی دیگه رنگ جاده ها رو به خودش ندید. میدونم میدونم تو هم مثل تقی دلت واسه جاده ها و خاطراتمون تنگ شده. دشتای همیشه سرسبز مهران، قلال سرفراز دماوند و سبلان، بادای صد روزه زاهدان، واو 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 و که همشونو تو بهتر از من میدونی. دعا کن سالار، دعا کنی آقا مهدی یه گره از مشکل ما وا کنه و یه مرهمی روی این دل زخمی ما بذاره. دعا کن دستای حقیر من بتونه ذریع شیشگوششو در بغل بگیره و عقده دل خالی. سالا به مولا اگر قرار بشه راهی این سفر بشم، خودم با همین دستام تعمیرت میکنم و با هم راهی میشم. سالا
بعضی وقتا که من دارم باهات اختلاط میکنم یه عده از این رفقا فکر میکنن من دارم هزیون میگم، تو هم حتما شنیدی، ولی ناراحت نشو، چشم بصیرت ندارم. تو برای من هم خوش رکابی، هم خوش غیرتی، هم خاک جبهه خورده ای، هم ترکش خورده ای. دعام کن، دعام کن که دعای تو در درگاه خداوند حتما در رابطه با تقی مستجاب بشه. دعام کن خوشمرام من، دعام کن. آقا عزت گل بلبل و آقا اپل ولگرد و شد چطوری کپک؟ یه چوب اسکی تو وسایلت هست، فروشیه؟ با طرف تو سرج کردی تو وسایل من؟ کرکس؟ بعد شما اکنون اسکی بسکی بلدی که میگی؟ تو فکر کن آره فروشیه؟ نه آقا جون، میری قاطی با آقالی ماغالی ها دستپاد میشکنه بیان به ما گیر میدن. بابا تو ما را خیلی دست کم گرفتی، به ما میگن هپل نه برگ چغنده. بابا نزا دهنم باشه. بی خیال بسی میخواستم بهت بگم که اسکندر خان گفت دوست داشته باشی میتونه بیاد تو کار داروها. برو با آقا اسکندر بگو این دام را بر مرغ دگرنه که آقا عزت مرغ عشقه نه لاشخور. گرفتی کرکس کلکسی؟ نشد آقا عزت نشد، اومدی یا نسازی؟ مرد حسابی، تا از صبح تا شب تو خیابونا ول میگردی یا جیغ و پیغ میکنی که چی؟ آخرش هم هیچی که هیچی، اینم شد کار؟ ده به جای اینکه این همه هارتا پورت کنی، برو یه دوش بگی، بوی گند هیکلت بره بابا. مگه نمیبینی؟ تازه سر و صورت صفا دادم. ده همین دیگه، به جای اینکه هی سر و صورت صفا بدی، برو یه سر و صفا به هیکلت بده کپک، فهمیدی؟ تقریبا، حالا نگفتی، به اسکندر خان چی بگم؟ چیزی نمیخواد بگی، اونم با خودت ببر همون، چون هیکل اونم بوی گند میده. اگه اسکندر خون بفهمه خیلی ناراحت میشه. اسکندر کیلو چنده؟ بچه تو کی میخوای آدم شی؟ بچه که عین سگ واسی فلا اسکندر دم تکون بدی، برو یه فکری به حال خود کن که زاره بیچاره. تو که فکر کردی کجا رو گرفتی؟ خودت با من مقایسه نکن کپک. تو نمیری من از اول عمرم تا حالا یه لقمه حروم تو سفرم نبوده، ولی تو چی؟ من اصلا سفره ندارم که فکر لقمهش باشم. یه همین دیگه، آخه بی سفره خدا تن سالم بهت داده، برو یه دوش بگیر ازش استفاده کن تا قبل از اینکه کپک بزنه. کپک ده حال نمیدی، حال نگیردی آقا عزت دیگه. آقا جون اصلا میدونی چیه؟ میری یا بگم شهرداری بیا جمعت کنه؟ میرم آقا عزت میرم، ولی من جای تو بودم به پیشنهاد آقا اسکندر فکر میکردم. اسکندر خان میخواد تو از این بدبختی و فلاکت دربدری نجات بده. اسکندر خودش آخر بدبختاست، تو نمیری؟ اون اگه بیل زن بود میرفت پشت خونش رو بیل میزد. اصلا میدونی چی آقا جون، یه لقمه دیگه تو این سفره من بخورم واسم حروم میشه با وجود توی کپک. سلام داداش. سلام آقا. اصلا این سیدیو واسم رایت کنی. غیر مجاز که نیست. منظورت غیر مجاز چیه؟ فیلمای خارجی که سانسور نشده باشه، شوهای لس آنجلسی، شوهای خارجی، فیلمای جنگی که آرتیستش آمریکایی باشه، این خیلی مهمه، و فیلمایی که تیزرش از تلویزیون پخش نشده باشه. فیلمای مجازت کدومه؟ اینا، این همه فیلم مجاز، هر کدوم میخوای بگو بهت بدم. اینا که به درد نمیخوره که. درست صحبت کن بابا، اینو بگیر گوله کلت هم نخو بذار برو بیرون. ببین داداش، بهت پیشنهاد میکنم شغلتو عوض کنی، در اینجا هم ببندی. قربون ادبت، همه چی رو اینو به من میگن گله عجیبه. سلام داداشی. سلام سهر، اینجا چیکار میکنی؟ جواد از خر شیطون بیا پایین، یه جعبه شیرینی و یه دسته گل بگیر بیا خونه با بابا آشتی کن. تو هم خواب نما شدی یا؟ چطور مگه؟ به خاطر اینکه من اگه یه کامیون گل و 100 تا جعبه شیرینی هم بخرم آقا جون با من آشتی نمیکنه. من میشناسمش دیگه. جواد چند بار بهت بگم در مورد آقا جون بد قضاوت نکن. چی جیغ جیغ میکنی؟ بدتر از اون صداتو میندازی رو کلت. تو هم به اون رفتی یا؟ ول کن دیگه. آخه آروم دارم بهت میگم، حالیت نمیشه که. چی حالیش نمیشه؟ عجب گیری کردیم آقا جون، من اصلا نمیخوام با آقا جون آشتی کنم. اه پس از امروز فکر شام و نهارم از سرت بکن بیرون. عجب بدبختی گرفتار شدیم و تا میگیم بالا چشتون ابرو سلی آدمو تحریم میکنی. آقا جواد من باریدم با این چیکار کنم بابا؟
سلام علیکم سهر خانم. آقا جون اینا خوب هستن؟ خیلی متشکرم، سلام دارم خدمتتون. زنده باشی، تو رو خدا سلام ما رو برسونید. چشم. جواتی در اون رابطه سریعا یه آشنا پشت شهرداری پیدا کن، این قضیه تراکم مست حلش کنید تا ما رو نزده زمین. ها باشه، چشم، پیدا میکنم. قربونت برم جواد جان، خداحافظ شما، سلام برسونید. خدا ماشاءالله خانوادم خیلی سر میزنن ها. نفهمیدم، مگه تو توی شهرداری هم آشنا داری؟ شهرداری؟ نه بابا، پشت شهرداری آشنا دارم. چیزی اصلا تو چیکار داری به این کارا؟ برو خونه ببینم. این عزت تا ما رو بدبخت نکنه دست از سرم بر نمیداره. بدبخت آقا جون چی کشیده دست این؟ آخرش تو پایین تلویزیون سکته میکنی، بس کن دیگه. کاش مرده بودم مریم، کاش مرده بودم. چی فکر کردی؟ فکر کردی آمریکایی‌ها تو عراق دقل و نبات پخش میکنن؟ خب جنگ دیگه. ناسلامتی تو خودتم تو جنگ بودی، میدونی جنگ یعنی چی؟ جنگ کدومه مریم؟ جنگ کدومه؟ اینا حیا رو خوردن، آبرو رو قی کردن. کشتن مردم بیگناه کم بود، به حرم مولا هم بی‌حرمتی کردن. گریه کنی همه چی درست میشه؟ دارم دق میکنم، دارم میمیرم. این مهدی چرا زنگ نزد؟ الو، سلام مهدی جون. بابا تونستی برای من کاری بکنی یا نه؟ خبر محاصره نجف رو شنیدی؟ آره شنیدم. مهدی جان تو رو به جان زهر رو یه کاری بکن، من برم عراق. همین الان با بچه های ستاد جلسه داشتیم، به یه نتایجی هم رسیدیم. انشالله تا فردا صبح همه چی روشن میشه. یعنی من میرم عراق؟ توکل به خدا، اینطور که خبر آوردن تعداد مجروحای نجف خیلی زیادن، باید بهشون کمک برسه. مهدی جان قربونت برم، هر خبری شد منو در جریان بذار. چشم آقا جون، به مادرم سلام برسون. فعلا خدافظ. خدافظ. مریم. یه سفره حضرت ابوالفضل نذر کن. گره از مشکل من واس شه. چشم. شما هم یه فکری واسه جواد بکن، به خدا درست نیست شبا تو مغازه بخوابه. مریم تو رو سر جدت اسم این پسره رو جلو من نیار که داغ میکنم. چرا؟ پسرته، دشمنت که نیست. تازه آقا مهدی میگفت جواد دست از کارهای خلاف برداشته و دیگه سر به راه شده. توبه ی گرگ مرگه، مرگ. شما چرا این حرف رو میزنی آقا تقی؟ مگه خودت همیشه نمیگی قربون خدا برم که ستارالعیوبه؟ تو جوادو بگی زیر بال و پر خودت، منم بهت قول میدم همونی بشه که تو میخوای. مگه نگرفتم؟ گفتی براش مغازه اجاره کن که کردم، گفتی بهش سرمایه بده که کاسبی بکنه که دادم. دیگه چی کار باید میکردم که نکردم؟ آخه فقط پول و سرمایه که نیست، بچه محبت میخواد، توجه میخواد. به خدا اگه پدر مادرها به بچه هاشون توجه کنن و هیچ وقت به طرف کارهای خلاف کشیده نمیشن. سحر کجاست؟ اگه بهت بگم عصبانی میشی. بینه نکنه خدای نکرده اونم افتاده تو کار خلاف؟ رفته به برادرش قضا بده، من فرستادمش. مریم تو یه دختر جوونو این وقت شب فرستادی تو کوچه خیابون که شکم اون جواد گور به گور شده به قار قور نیفته؟ دستت درد نکنه. خب بگی چیکار کنم؟ شام و نهار بچه‌مو بدم بچه همسایه ببره بهش بده؟ شام و نهار چیه خانوم؟ خب یه ساندویچ کوف میکنه سیر میشه دیگه. اصلا میدونی چیه مریم؟ تو با این کارت به من ثابت کردی بهتره جواد برگرده خونه. بهش بگو بیاد. راست میگی تقی؟ ببین فقط به خاطر گل روی تو اجازه دادم اومد تو این خونه، بهش بگو پر نشه. چشم، منم همین فردا نظر تو ادا میکنم، سفره حضرت ابوالفضل رو براش میندازم. دست درد نکنه جونم. یه بوس بده، یه بوس بده.
خاله داشتم تو نمیری فکر میکردم، گفتم تو این اسباب اساسی که ما میخریم و ای یه چراغ جادو به پست ما بخوره، تو نمیری این بدبختی نجات پیدا میکنیم. اولا که ناشکری نکن، همینی که تنت سالمه خدا رو روزی هزار کرور شکر. دوما آدم از زور بازوش نون در میاره، نه با جادو جنبر. سوما چراغ جادو مال آدمایی که آرزوهای بزرگ دارن. تو مثلا چه آرزوی بزرگی داری؟ ده همین دیگه، یه عمر داریم دنبال یه دختر نجیب با اصالت میگردیم که باهاش ازدواج کنیم که نشد. تازه اگه هم بشه، به قول خود دخترای امروز انقدر توقعشون بالاست که فقط مهریه‌شو کمر فیل و رگ به رگ میکنن، چه برسه به کمر ما. خب خود دو برای زنگ گرفتن چراغ جادو نمیخواد؟ ده میخواد دیگه خاله. والا چی بگم، دخترای امروز یه مهریه‌ای میخوان که من فکر نمیکنم مثلا چراغ جادو هم بتونه درستش بکنه. ولی تو هم به جای اینکه به فکر زنگ گرفتن باشی، بهتره که به فکر خونه باشی. امروز صاحب خونه پاشته بود اومده بود دم در، تو حیات چشش افتاد به این خرت و پرتا، برگشته به من میگه من به شما خونه اجاره دادم نه انباری. والا اصلا من موندم چی جوابشو بدم. خیلی بیجا کرده زاغارد. اولا بهش میگفتی این آتشخالا کار یه سری از بنده خدا رو راه میندازه، دویومن اینجا انباری نیست، نمایشگاه لوازم خونگی محله است، سیومن چهار دیواری و اختیاری، اصلا من دوست دارم اینجا سر آدم ببرم. آخه واسه چه حرفای نامربوط میزنی؟ تو به اینجا میکنی که سر میبری، سر میبرم، سر میبرم. آخه مگه میشه قتل و غارت را انداخت؟ ده من منحیثیت مجرم مثال زدن تو نمیری. ده خب مثالت هم نامربوطه. لا اله الا الله. اصلا شما طرفدار منی یا طرفدار صاحبخونه تو نمیری؟ نه تو نه اون. من میگم هر کی حرف حساب بزنه جواب نداره. ده شما میگی تو این گیرودار بودن دنبال خونه؟ نه خیر لازم نکرده، یه خونه تو همین محله هست دو طبقه است، یه طبقه شو گذاشتم واسه اجاره، جاش هم خوبه ها. کدوم خونه؟ همین خونه که تا این کوچه هست، آجر 3 سانتیه. صاحب خونش هم یه آدم همچین موقریه که آره دستمال گردن نام میزنه. ببینم نکنه اون پیر مرده رو میگه که پاش لب گوره هر روزم میاد دنبال او تو دست و وام. پیر مرد کدوم خاله؟ اون بنده خدا که سن و سالی نداره. بسم الله بسم الله، قربون ادبه تو نمیری از شما توقع نداشتیم خاله. چرا حرف نامربوط میزنی آخه؟ من میگم بنده خدا میخواد خونش رو اجاره بده، عیبی داره؟ خونش نه، ولی خودش سر تا پا عیبه. میدونی چه؟ من مردم رو نمیذارم اونجا چال کنن، چه برسه برم اونجا زندگی کنم. ببین خاله واسه شفاف سازی کنم، از این بعد تو این خونه راجع به آدم غریبه حرف نزن. بابا خاله غریبه کدومه؟ من میگم همسایه است. یه غریبه است دیگه، نوکرتم غریبه است دیگه. عوض این که به فکر اونا باشی، به فکر من باش که تنهایی در بیام خاله جون. تنهایی کدومه؟ پس یه دفعه بفرما من تو این خونه قاقم دیگه. نه خاله نوکرتم، شما نور چشی تاج سری، من تو اون لحاظ میگم اون تنهایی ها. ببین خاله جون عزت، 100 دفعه بهت گفتم بازم بهت میگم، تا دستت به دهنت نرسه از زن خبری نیست. دننه خدا بیامرزم عین تو فکر میکنه که دختر اقدس خانم پرید دیگه، رفت شوهر کرد الان 7-8 تا بچه داره، ما چی عزب اغلی؟ همون بهتر که پرید و شوهر کرد. تو این دوتا جوجه تفلی رو نمیتونی تراخوش کنی، اون وقت چطوری میخواستی از پس 7-8 تا بچه بر بیای؟ خدایش اینو راست میگی دیگه تو نمیری. 7-8 ولی زیاده تو نمیری ها، بیفرهنگی هست. یکی دو خب ولی سلیقه ای هم هست دیگه تو نمیری. اون یه سپیدا توی آینه خدای شکرت امروز شما این کنه نخورد تو نمیری. سلام آقای زر. سلام زر. الله اکبر. تا ارواح خاک ننم اگه جای امون نبودی یه کار میکردم این برا پیدا نشه تو نمیری. معمولا میگن اگه به جای پدرم نبودی نه امو. ما میگیم امو، اشکالی داره؟ نه خب شما هرچی دلتون میخواد بگید. اوتو ما چی شد؟ آقا اوتو دست دوم گیر نمیاد هیچ جای ایران، ما گشتیم نبود، شما هم نگرد نیست آقا، گیر نده به ما دیگه. اینا هنوز نفروختی؟ چی رو؟ ماهواره رو میگم دیگه. بیا آقا مالو تو برو. نه بابا به درد من نمیخوره، همون که زحمت اوتو رو بدادم خیلی ممنونم. آقا ما یه سوال میپرسیم، خدایی جواب ما رو بده. چشم بسن محوله من پسر نیستم دویو من،
شفاف سازی کنیم اون تو رو برای چی میخوای تو نمیری؟ یه برام بگیر بهت میگم. یعنی نگیرم نمیگی؟ ای بگیری بهتره، امشب که دیگه برام میگیری. آره میگیرم آقا جون، میگیرم. ولی به این باز خود میگم عمو جون، انقدر تو این کوچه ها علاف نگرد. تو نمیری میخوری به پست این برای بچه خلاف. اون اکسپرسی گفتم میترکون هیچی. این دیوونه ها جدیدن شیشه میشه میخورن. گلوی تو هم رد نمیکنه اینا رو، پیری هضم نمیکنه. بیا حالا کار دست خود میده، ما گفته باشیم. خداییش تا سر سامون نگیرم درم آروم قرار نمیگیره. میفهمی که چی میگم؟ آره آقا جون میفهمم میفهمم. یعنی اگر اتو بگیریم سر و سامون میگیری؟ تقریبا تقریبا. باشه داداش، ولی هرابش میدونم من چه آدم قاطیم. مگر از جنازه من رچی به خالم برسی حالیت شد؟ چی؟ میگم حالیت شد مگر اینکه از جنازه من رچی؟ خیلی خب بابا، حالا مگه چی شده؟ بار آخر تن باشه من بگی پسرم ها، چون نه من پسرت هم نه شوهر خاله منی آقا جون. اگه ما شناسنامه‌مون رو بذاریم کنار هم دوتا خاندان هیچ نسبتی پیدا نمی کنی؟ ممکنه بعدا پیدا کنی. بودو تو نمیریه؟ عجب آدم کنید تو نمیری. سلام آقا زد. سلام علیکم. تو دیدی؟ چیه صحبت خلق تن شده؟ طوری شده؟ بابا قدیمی ها خوب گفتن عشق پیری گر به جنبت سر به رسوایی زند. خب این یارو هم خودش رو رسوا میکنه، هم ما رو تو نمیری. چی شده؟ آقا گیر داده به خال به یکی از همسایه‌های ما، میگه تو بیای پادر میونی که ما باش ازدواج کنیم. خداییش به من ربطی داره؟ خون خودت کثیف نکن. آخه نمیشه که تو نمیری. یعنی چه شما هم مگه اوتو میخوای؟ من یه کپسول گاز میخوام. آره خداییش تو نه اعصاب نه کله رو دیدی تو کوچیکتم. اتوان دو تا کپسول هست، به یکی شو ببین کدومو میخوایم. من و تو خراب عشقیم،